گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا میکنم. مسائلی که در عراق، در افغانستان، در سوریه و در سایر نقاط کشور شاهدش هستیم، در اوکراین واقعا شرایطی رو به وجود آورده که تمامی مسئولین مسائل بین المللی ابراز نگرانی می کنند و معلوم نیست که این شلوغی ها، این شورش ها، این ناآرامی ها و کشت و کشتار ها تا کجا پیش بره. امروز من دو مهمان ارجمند دارم. در قسمت اول برنامه با آقای دکتر محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشکده دولت و مسائل بین المللی و مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و استراتژیک دیپلماتیک جنوب فلوریدا در شهر تمپا که معرف حضور شما هستند و نیازی به معرفی ندارند، گفتگو خواهم کرد. و در قسمت دوم آقای دکتر مسعود نقره‌کار با ما خواهند بود. سلام میکنم از راه دور خدمت آقای دکتر میلانی و تشکر میکنم از اینکه میدونم این چند روزه و این هفته‌ای که بعد از یک سفری که داشتن برگشتن، مرتب رسانه‌ها مزاحمشون شدن و من هم یکی از این مزاحمین هستم که امروز مزاحمشون خواهم شد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم حضورتون. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. شما هیچ موقع مزاحم نیستید، شما رحمت الهی هستید. لطف دارید به من آقای دکتر. دکتر میلانی، من اول می‌خوام شروع بکنم راجع به مطلبی رو که خوندم همین شب گذشته در مورد زنده یاد دکتر مصدق و قیام 28 مرداد و اینکه یک مقاله‌ای نوشته شده بود که هنوز تا این لحظه علارغم اینکه بارها مطرح شده که مدارک مربوط به جریان 28 مرداد رو کشور انگلیس و کشور امریکا، یعنی مقامات امنیتی امریکایی و انگلیسی منتشر کردن که ما جست گریخته یک مطالبی رو شنیدیم، هنوز واقعیت امر و بسیاری از مدارکی که در واقع محرمانه هست رو مانع پخش شدن، مانع انتشار شدن، علی‌رغم این که طبق قوانین بین المللی مثل این که 25 سال که بگذره از هر حادثه اینها تمام مدارک رو هرچند محرمانه منتشر میکنن. میخواستم نظرتون رو در قسمت اول برنامه در این مورد جویا بشم. ببینید، مرحوم دکتر مصدق ابرنخست وزیر معاصر ایرانه و کاری که ایشون برای ایران کرد و نفوذی که در منطقه و در سیاست جهانی داشت به نظر من هیچ نخست وزیری در تاریخ معاصر ایران نداشته. ایشون در طی دو سال اندی که حکومت کردن، البته یه سری اشتباه ها کردن، بعضی از این اشتباه ها به نظر من خیلی جدی بود، بعضیاش تاکتیکی بود، خیلی جدی نبود، ولی در هر صورت یه سری اشتباه ها کرد، ولی یه سری کارهای خیلی مهم میرم برای ایرانیا انجام داد. در این که آقای محمد مصدق رو یک کودتایی از طرف که برنامه ریزی شده بود از طرف انگلیس و سازمان اطلاعاتی آمریکا، به نظر من هیچ شکی توش نیست. یه سری مدارک ما هنوز نداریم و این مدارک شاید جزئیات این مسئله رو نشون بده، ولی اینکه آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها حداقل 6 ماه تا 9 ماه قبل از اینکه کودتای ننگین 28 مرداد انجام بشه برنامه‌ریزی کردن، شکی توش نیست. و حتی اگر یارتون باشه، وزیر امور خارجه آمریکا مدلن آربرایت چند سال قبل یه نوع معذرت‌خواهی کرد برای این کودتا، و از اون مهمتر رئیس جمهور آمریکا در نطق خیلی مهمی رو که در دانشگاه قاهره کرد چند سال قبل، اونجا هم ایشون اومد و خیلی روشن گفت که ما
بر در انداختن یک حکومت دموکراتیک شرکت داشتیم و از این بابت از ملت از ایران معذرت می‌خوایم. یه تقریبا یه اینطور حرفی. برای من خیلی جالبه که درست زمانی که مردان و زنان پرقدرت آمریکا میان و این رو اعلام میکنن، بعضی از ایرانی ها دارن سعی میکنن که این مسئله رو یک طوری ماسمالی بکنن و بگن که این اتفاقی که افتاد یک نهضت ملی بود و کودتای 28 مرداد در حقیقت کودتا نبود بلکه یک نهضت ملی بود که از طرف ایرانی ها انجام شده. به نظر من کسایی که این نوع طرز فکر دارن میان چند تا داکومنت یا چند تا فایل رو میگیرن و این مسئله رو گنده دارن میکنن، ولی به نظر من به جایی نخواهند رسید و موقعی که ما اطلاعات بیشتری داشته باشیم به خوبی نشون خواهد داد این اطلاعات که این برنامه کودتا بوده و هرچند که اجرای این کودتا یه مقداری اشکال پیدا کرد در روزهای آخر، ولی قسمتی از همون برنامه ریزی کلی بوده که انگلیس ها برای چند سال و آمریکایی‌ها از زمانی که آقای آیزنهاور به کار آمد ریخته بودن و در ایران هم انجام دادن و ما میدونیم که این کودتا چه دردسری برای ایران داشت و در حقیقت میشه گفتش که انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 یک طوری برمیگرده به کودتای 28 مرداد و بعد کارهایی که محمد رضا شاه پهلوی در سال 1963 انجام داد و باعث اون شد که مخالفین جدی برای حکومت خودش به وجود بیاره. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محسن میلانی. در مورد مطالبی که اشاره کردید، دوباره یک سری از افراد که میتونم نام ببرم ولی ترجیح هم اینه که نام نبرم، این به اصطلاح کمپین و این کار رو شروع کردن دوباره که این موضوع رو جا بندازن که واقعا قیامی در بین نبوده و قیام بوده و عرض کنم کودتایی در بین نبوده و اینا، منظور این افراد چیه و به کجا میخوان برن با این بعد از این همه سال و بعد از این همه مدارکی که شما به خوبی اشاره کردید و معذرت خواهی هایی که مقامات کشورهای حتی انگلیس به نوعی و امریکا صراحتا مطرح کرده، منظور اینا چیه؟ والا این که منظور اینها چیه خیلی مشکله برای من توضیح بدم، برای اینکه گروه های افراد مختلفی هستن با افکار مختلف، بعضی هاشون ماویستن، بعضی هاشون توده‌ای هستن، بعضی هاشون طرفدار سلطنت هستن، ولی به نظر من قسمت عمده‌ای که نیروی عمده‌ای که داره اینو مطرح میکنه به بازار سیاست داره میاره کسایی هستن که میخوان بگن که محمد رضا پهلوی حقانیت داشت، حکومتش حقانیت داشت و این حرفی که مخالفین محمد رضا پهلوی میزدن، یعنی ملیگراها، چپیها، اسلامگراها که این دست نشسته حکومت آمریکا بوده حقیقت نداره. من به نظرم این لب مطلبه که شاه رو به عنوان یک شاه مستقل معرفی بکنن. من شخصا فکر میکنم که در اواخر حکومتش محمد رضا پهلوی یه سری کارها کرد که نشون میده که استقلال زیادتری رو تا از زمان 1953 به وجود آورد، ولی این که تاج و تخت محمد رضا پهلوی رو غربی ها یعنی علی خصوص آمریکا و انگلیس ها براش نگه داشتن، تو اون به نظر من شکی نیست و کسایی که دارن تاریخ رو تحریف میکنن میخوان یک نوع حقانیت به حکومت محمد رضا پهلوی بدن. یک جوان ایرانی تازگی یک کتاب بسیار خوبی به نام آقای دکتر الوندی یک کتاب خیلی جالبی در رابطه با ریچارد نیکسون و کیسینجر و شاه، یعنی تایتل کتابش هست کیسینجر و نیکسون کیسینجر اند شاه، این نوشته ایشون اومده بحث میکنه که از سال 1970 تا 1978 حداقل تا 1975 زمانی که نیکسون رفت، این 5-6 سال شاه نشون داد که استقلال زیادی داشته. کتاب خیلی جالبیه، به نظر من نکات بسیار جالبی رو مطرح میکنه علی خصوص در رابطه با مسئله کردستان که امیدوارم بتونیم بعدا دربارش بحث بکنیم، ولی ایشون هم
کسی که این نکته رو میگه ایشون هم در کتابش نمیاد بگه که این کودتا نبود و یک قیام بوده. یه تعداد کمی هستن از مورخین ایرانی که دارن سعی میکنن به نظر من تاریخ رو تحریف بکنن و این کودتا رو به عنوان یک قیام معرفی کنن. بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دکتر میلانی. بپردازیم به مسائل بسیار بغرنج و بسیار پرتلاطم عراق و در حال حاضر افغانستان و انتخابات افغانستان که احتمال داره اون هم به کشت و کشتار منتهی بشه. در مورد عراق و داعش برای بینندگانمون چه دارید بگویید و تا چه حد اینا میتونن پیش برن و تا چه حد واقعا مالکی میتونه بمونه روی قدرت؟ آیه جناب آقای حجازی، چون من مقداری سنم از شما کمتره میخوام بگم که سوالی بکنم و میخوام یه جوابی هم شما بهش بدید قبل از اینکه من سوال اصلی شما رو جواب بدم. در طی عمر من حداقل در این چند دهه‌ای که مسائل خاورمیانه رو مطالعه کردم دورانی نمیبینم که مثل الان خاورمیانه پرتلاطم باشه و آیندهش هم ناروشن. بله، یعنی حداقل به نظر من از زمانی که سیستم خلافت عثمانی از بین رفت و آتاتورک اومد و خلافت از بین برد در اطراف 1921 تا امروز من به نظرم خاورمیانه اینطور تلاطم نداشته و واقعا اگه شما به نقشه سیاسی خاورمیانه نگاه کنید عراق که داره تقریبا سه قسمت میشه، سوریه که یک کشور بدبخت فلک‌زده‌ای داره شده، مسئله تو لبنان خیلی جدیه، افغانستان همونطوری که شما به درستی گفتید آیندهش روشن نیست، مصر هم که یک کودتای عجیب و غریبی دو اونجا شد اونجا هم آیندهش روشن نیست، تو لیبیا جنگ و جدله. یعنی هر جا شما نگاه کنید امروز اوضاع خاورمیانه خیلی خطرناکتر و جدیتر از هر زمانی در این 100 سال اخیر. اگر فکر میکنید که شما دورانی رو پرتلاطم‌تر از این تو زندگی خودتون دیدید به من بگید که من بقیه سوال شما رو جواب بدم. آقای دکتر میلانی، در دوران طولانی تره عمر من واقعا ندیدم جز زمانی که یادمه که عبدالکریم قاسم در عراق اون کشت و کشتارها رو کرد و بعد خود او کشته شد به دست حکومتی که بعدن روی کار آمد، یعنی اون وضعیت عراق و اون مناظری رو که میدیدم، ولی خیلی محدود بود و اینا محدود. الان به قدری گسترده است که حد و حساب نداره. کاملا درسته، اون فقط یه مسئله بود که در رابطه با اتفاقی بود که تو مصر افتاده بود 1953، کودتایی که تو مصر شده بود، بعد اومدن در عراق هم کودتا کردن. ولی میبینید این کودتاها خوبیش این بود که در چند کشور بود و خیلی ساده میشد اینو کنترل کرد، ولی امروز مسائل یه طور دیگه است که من در رابطه با داعش میخوام صحبت کنم. ببینید موقعی که آمریکا حمله میکنه به عراق و حکومت صدام حسین میفته، یکی از اولین گروه هایی که به وجود میاد گروهی بود که در طی چند سال بعدش تبدیل میشه به این سازمان داعش که اگر یادتون باشه یکی از مهمترین کسایی که این سازمان به وجود آورد یک مردی بود به نام الغوری که این یک نامه خیلی طولانی به رئیس القاعده بن لادن نوشته بود و تو اون نامه که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اینو اینترسپت کردن، تو اون نامه نوشته بود که استراتژی که ما باید استفاده کنیم تو عراق اینه که به شیعیون حمله بکنیم، به مساجد و اماکن مهم شیعیان حمله بکنیم و این کار انجام میده به خاطر اینکه اون فکر میکرد اگر ما بتونیم شیعه ها رو مجبور کنیم حمله بکنن به ما سنی ها، مسئله حل و فصل خواهد شد، به خاطر اینکه سنی ها اکثریت کشورهای عربی رو دارن و شیعه ها کمتر از 30% جمعیت دارن. خب بعد از اینکه این کشته شد و منطقه از شر شاهد شد، این سازمان داعش اول میره توی سوریه یه مقدار فعالیت های خطرناکی میکنه. این سازمان اینقدر سازمان خطرناک هست که الزواهری که به اصطلاح امروز رئیس سازمان القاعده است میگه اینها تندرو هست. شما دیگه ببینید زمانی که رئیس القاعده به کسی میگه شما تندروید اینا چی هست. حالا این آقای البغدادی که اگر این ویدیو آخرشون رو نگاه کنید
ایشون یه ساعت خیلی جالبی دستش کرده بود. بله، رولکس. بله، زمانی که اعلام کرد امیرالمؤمنین و خلیفه منصور هست، میگن یه ساعتی داشته که 7,000 دلار قیمت داره. در هر صورت اینها اومدن و یه قسمت مهمی رو الان از عراق و سوریه در دست دارن. یعنی کاری که کردن، اینا رفتن به ماسول، دومین بزرگترین شهر عراق رو گرفتن و بعد به خاطر اشتباهاتی که آقای ملکی کرده، دولت ملکی نتونست جلوی اینا رو بگیره. ببینید، من نمیدونم چه نیروهایی پشت داعش هستن، ولی اینو مطمئن هستم، بدون اینکه بتونم مدرکی فعلا بهتون بدم، ولی اللحاظ اینستینکت سیاسی من مطمئن هستم که یک سری سازمان‌های اطلاعاتی دارن در اونجا فعالیت میکنن، به خاطر اینکه تا اونجایی که سازمان‌های اطلاعاتی غربی میگن و اسرائیل هم اینو در حقیقت گفته، این سازمان یه چیزی در حدود 4,000 تا 7,000 تا سرباز داره، فدایی داره. خب خیلی بعید به نظر میرسه اگر کمکی از طرف نیروهای منطقه‌ای نمیشد، 6,000 سرباز بتونن بیان 50,000 سرباز عراقی رو توی اون منطقه خلع سلاح بکنن یا سربازها فرار بکنن. در هر صورت مسلمه که داره از یه جاهایی بهش کمک میشه، اما با مطمئنن باقی مونده ارتش بعث عراق داره به اینها کمک میکنه، اون شکی توش نیست. مدارکی هم هست آمده بیرون که دارن کمک میکنن. ما میدونیم که خیلی از سران، از رؤسای قبیله های مختلف عراقی هم که اختلاف دارن با آقای الملکی، اونها هم به این سازمان تروریستی کمک کردن، چون اونها هم ناراضی هن. مسئله عمده‌ای که باید حل بشه و الان تا حالا حل نشده اینی که یه مقداری به نظر من آقای الملکی باید سعی میکرد که سنی ها رو بیشتر تو مسائل سیاسی قاطی بکنه. البته من یه مقداری با ایشون سمپتی دارم، برای خاطر اینکه کسایی که از ارتش بعث باقی موندن علاقه ندارن با ایشون همکاری کنن، ولی به نظر من ایشون خیلی بهتر میتونست کار بکنه. خیلی از سیاستمدارهای شیعه به ایشون در عرض این 2 سال اخیر وارنینگ داده بودن که آقا این کارهای تکرویی رو نکن، یه مقداری با نیروهای سنی کار بکن، و ایشون کار نکرد. آقای دکتر ببخشید بین صحبتتون، آیا این سیاستی رو که امریکا داره پیش میگیره و داره به مالکی در واقع توصیه میکنه که بیاد و با سنی ها کنار بیاد و گروه های دیگر رو، کورد ها و سنی ها رو بیشتر به بازی بگیره در کابینه خودش، آیا این الان دیر نیست و میتونه کارساز باشه؟ من به نظرم مشکل خواهد بود، ولی تنها چاره است. یعنی اگر ما به این نتیجه برسیم که من رسیدم که تقسیم عراق به 3 گروه مختلف، یعنی کردستان، سنیستان و شیعستان بشه، این در به نظر من در دراز مدت ممکنه برای ایران ما خطرهای جدی به وجود بیاره. برای آمریکا هم میتونه خطر جدی داشته باشه. یعنی اگر این حرفی رو که همه دارن میزنن ما قبول بکنیم که سازمان داعش یک سازمان تروریستیه، اگر اینا بتونن این حکومت مستقل دو اونجا درست کنن، سرزمینی رو که اینها کنترل خواهند کرد بزرگتر از سرزمینی هست که القاعده در زمانی که داشت کار میکرد با طالبان در کنترل خودشون داشتن. خب این لحاظ امنیتی برای منطقه خیلی دردسر آور خواهد بود. بنابراین به نظر من چاره ای نیست. الان باید دولت آمریکا سعی بکنه که ملکی رو یا قانع بکنه که کار بکنه با سنی ها و با کورت ها، یا اینکه با کمک ایران بتونن شیعه ها رو قانع بکنن که یک نفر جدید به جای الملکی بیارن، یه نفر شیعه ولی یه نفر جدیدی که حاضر بشه بیشتر کار بکنه که بتونن عراق رو نجات بدن. من به نظرم اتفاقاتی که تو این عراق تو این یک ماه افتاده خیلی جدیه و برای ایران همونقدر خطرناک میتونه باشه که آمدن طالبان برای ایران خطرناک بود. متاسفانه زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، متاسفانه تهران خیلی آرام در این باره عکس العمل نشون داد، فکر میکرد میتونه مسئله رو حل و فصل کنه و ما دیدیم که نزدیک بود بین ایران و طالبان جنگ بشه. من به نظرم شما نمیتونید با یه گروه تروریستی کار بکنید.
امروز هم همین اشتباه رو فکر میکنم جمهوری اسلامی ممکنه انجام بده و انقدر که باید و شاید علیه این سازمان تروریستی و گروه هایی که دارن طرفداری ازش میکنن فعالیت نداشته باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر. عده‌ای معتقدن که در حال حاضر عراق تقسیم شده به همین سه قسمتی که شما مطرح کردید، عملا به اون صورت در آمده. آیا امکان داره به همین صورت باقی بمونه؟ در حقیقت درسته، کردها که الان چندین سال حکومت در حقیقت مستقل خودشونو دارن، کردها نفت خودشونو میفروشن. ما میدونیم که 4 تا تانکر بزرگ نفت، به گفته نیویورک تایمز هفته قبل 4 تا تانکر بزرگ نفت دارن که میخوان نفت خودشونو بفروشن. از این 4 تا هنوز نتونستن به استثنای یه دونش رو که به اسرائیل فروختن بفروشن، برای خاطر اینکه حکومت الملکی که میدونید مقداری مقادیر زیادی نفت داره تهدید کرده که اگر هر کشوری این نفت کرد داره بخره، ما دیگه باهاش معامله نفتی نخواهیم کرد. در هر صورت کردها که لحاظ اقتصادی الان سالیان مستقل شدن، ترک‌ها هم دارن بهشون کمک میکنن، لحاظ سیاسی هم تقریبا مستقل بودن، فقط فرقش اینه که قسمتی از دولت عراق هستن و پاسپورت کردی هنوز ندارن. قسمت دوم من به نظرم خیلی زود ما بگیم اون قسمت دوم جدا شده، برای خاطر اینکه اگر اینا جدا بشن تنها چیزی رو که خواهند داشت یعنی سنیا یک ریفاینری پالشگاه نفته، مقادیر نفتی در مناطقی که سنیا هستن زیاد نیست و بنابراین من بعید به نظر من میرسه که سنیا اونها اینو قبول بکنن. بنابراین تا یه مقداری حرف شما درسته که اینا جدا شدن، ولی هنوز به سه کشور تقسیم نشدن. مسئله اونه، یعنی رسمن این اتفاق نیفتاده هنوز. من به نظرم لحاظ قانونی که اصلا اتفاق نیفتاده. یعنی حکومتی ما به نام حکومت کردستان نداریم. درست. امروز حکومتی به نام حکومت سوما، تنها دولتی رو که سازمان ملل به رسمیت شناخته، تنها دولتی که ایران، آمریکا، کشورهای غربی، کشورهای عربی همه به رسمیت شناختن، حکومت الملکیه. دیگه بقیه دارن زیر این کار میکنن. اما برنامه کردها به نظر من و برنامه داعش این بوده که مسائل رو توی زمین طوری به جلو ببرن که دنیا بیاد اینو قبول بکنه. یعنی همین حرفی که شما زدی رو در سطح وسیع اینا به قبول ملت بله، این دیگه دیر شده و کاری نمیشه کرد. به نظر من هنوز دیر نشده، میشه جلو اینو گرفت، ولی یه مقداری درایت میخواد، یه مقداری از طرف ایران و کشورهای عربی و آمریکا باید با همدیگه برنامه ریزی کنن، ولی من مطمئن هستم که اگر این کار رو انجام بدن میتونن جلو این رو بگیرن. ممنونم آقای دکتر میلانی. ما در حدود 2 دقیقه فرصت داریم، میدونم فرصت کمیه، ولی نظرتون راجع به این شرایطی که الان در افغانستان شاهدش هستیم چیه؟ این صحبتی که آقای دکتر عبدالله کردن که ما انتخابات رو بردیم و حتی صحبت از این کردن که ممکنه ما حکومت خودمون هم درست کنیم، بله، به نظر من تندروی کردن ایشون، خیلی زود داره میره جلو. برای اینکه دولت آمریکا هم فوری گفتش که اگر 2 دولت تشکیل بشه ما همه اینو کمک هایی که داریم قطع خواهیم کرد. من نمیدونم که چقدر تقلب شده توی افغانستان، ولی به گفته بیشتر کسایی که ناظر بودن میگن تقلب شده. بله. حالا اینکه این تقلب انقدر شده که آقای غنی ببره اینا من نمیدونم، ولی برای من خیلی عجیب بود که در دوره اول عبدالله رأی های خیلی بیشتری آورد از نفر دوم، ولی در انتخابات دوم یه سری اتفاقات افتاده. ولی اگر آقای عبدالله بخواد اینو پیگیری بکنه و بره جلو، امکان داره که افغانستان هم جدا بشه، یعنی تقسیم بشه. البته امکانش الان خیلی کمه که تاجیک ها و شیعه ها اینها یک طرف باشن و پاشتون ها یک طرف دیگه باشن. جناب آقای حجازی، من فقط این نکته رو بگم که ما اگر بتونیم با هم دیگه 10 سال دیگه این مصاحبه رو انجام بدیم و به نقشه خاورمیانه نگاه بکنیم، میبینیم که یک نقشه جدیدی تو خاورمیانه داره به وجود میاد. این که این نقشه چه خواهد بود برای من خیلی مشکل پیشگویی کردن، ولی من میدونم که خاورمیانه روزهای خیلی جدی رو خواهد داشت و من امیدوارم که
در ایران ایرانی ها و حکومت هر نوع حکومتی که در ایران میخواد باشه انقدر درایت داشته باشن که اجازه ندن این درد و سرها وارد کشور ما بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر میلانی از شرکتتون در برنامه، سپاسگزارم. امیدوارم بتونم در آینده نزدیک مجدداً از اطلاعات وسیع جنابالی در زمینهای مختلف من و بینندگان برخوردار باشیم. به شما روز بخیر میگم و تا فرصتی دیگر که در خدمتتون خواهم بود ازتون خداحافظی میکنم. بی‌نهایت سپاسگزارم. خداحافظ. در این قسمت برنامه مجدداً به فلوریدا میریم و با آقای دکتر مسعود نهرکار، پزشک عالی مقام و همچنین کوشنده سیاسی که سالیان سال هست قلم میزنن و برای بسیاری از شما بینندگان تلویزیون ایران فردا چهرهشون آشناست، گفتگو خواهیم کرد در مورد مسائل مختلف. به خصوص در امروز میخوام از فرصت استفاده بکنم و با مطالبی که دکتر نهرکار در مورد زنده یاد دکتر بختیار نوشتن و همچنین اطلاعاتی رو که در این زمینه دارن با ما صحبت بکنن و پای صحبتشون بنشینیم و در فرصتی که داریم، فرصت کوتاهی که هست، سوال دیگری رو دارم راجع به یکی از سری کارهایی رو که ایشون انجام دادن، پژوهشهایی رو که انجام دادن در مورد جاهل‌های ایران که در مورد جاهل‌های مرد قلم زدند و به تفصیل مطالبی رو در رسانه‌های مختلف ما ازشون دیدیم و این بار در مورد زنان جاهل در واقع، یا زنان نمیدونم، حالا چیز دیگه نمیشه گفت، جاهل به معنی همون جاهلی که من و شما میشناسیم، اون کلا مخملی ها، اون کسانی که گروهشون کلا مخملی بودن، گروهشون به هر حال به عنوان جاهل محله شناخته میشدن و برای بسیاری از هم سن و سالهای من که روشنه و مطمئن هستم که جوانان ما هم آشنا هستن با این واژه. دکتر نهرکار سلام میکنم خدمتتون. سلام دارم برای شما و بینندگان گرانقدر برنامه‌تون. خیلی ممنونم دکتر نهرکار. راجع به دکتر بختیار صحبت زیاد شده و مرگ او و قتل ناجوان مردانه او واقعا دل بسیاری از ایران دوستان و هموطنان علاقمند به کشور و آزادی رو به درد آورد. مطالبی رو عنوان کرده بودید در رسانه‌های مختلف، میخواستم در اون مورد توضیحاتی بدید. بله، میدونید که 4 تیر ماه در واقع زادروز دکتر شاهپور بختیار هست و امسال 100 سال در واقع تولد ایشون بود و به همین مناسبت دوستان ایشون و نهضت مقاومت ملی ایران یک مراسم نکوداشت و گرامی داشتی رو برگزار کرد در شهر کن که خب من هم افتخار داشتم به این که دعوت بشم برای این جلسه. متاسفانه من نتونستم به این جلسه برم، اما مطلبی رو تهیه کردم و فرستادم که در اون جلسه خونده شد و این مطلب در سایت‌های مختلف منتشر شد. در اون جلسه هم همونطور که اطلاع دارید آقای ایرج پزشکزاد، آقای علی شاکری زند و آقای ناصر کافساز از زوایای مختلف در رابطه با شاهپور بختیار صحبت کردن. آنچه که من مطرح کردم در واقع یک عذرخواهی از شاهپور بختیار بود، به این معنا که من به عنوان یک کوشنده سیاسی و فعال سیاسی در مقطع انقلاب میشه گفت نتونستم درک بکنم و فهم بکنم آنچه که شاپور بختیار مطرح میکرد و آنچه که شاپور بختیار میخواست. بنابراین از همون مقطع مثل خیلی از مردم و متاسفانه بخشی از جامعه روشنفکری با شاپور بختیار و دیدگاهاش مخالفت کرد و خب به عنوان یک فرد، در حد یک فرد، در میشه گفت در سقوط دولت او هم به هر حال نقش داشتم و احساس مسئولیت بکنم. بنابراین این نوشته من یک عذرخواهی بود از شاپور بختیار، منتها در این نوشته من به زوایای مختلفی اشاره کردم، جنبه‌های مختلفی رو مطرح کردم که
خب البته بارها راجبش صحبت شده، اشاره ای داشتم به آنچه که شاپور بختیار با عنوان دیدگاه ها و خواستاش مطرح میکرد. شخصیت شاپور بختیار و از همه مهمتر اون تیزبینی و هوشیاری او در نشان دادن و مطرح کردن ویژگی اون روحانیت به ویژه آیت الله خمینی و اصلا نقش دین و مذهب در اون مقطع در جامعه، که فی الواقع اطلاع دارید که چه جسورانه و شجاعانه در همون مقطع شون مسئله دیکتاتوری نهلین رو طرح کرد و خطرات اون رو گوشزد کرد، ولی خب به هر حال شرایط جامعه به گونه پیش رفت که گوش شنوایی در واقع در اون رابطه نبود و دیدیم که چه پیش آمد. من در این یادداشت و نوشته به این جنبه‌های مختلف اشاره کردم و همونطوری که گفتم به عنوان یک پوزش این نکات رو مطرح کردم، بیشترم از این زاویه که میدونید در مورد بختیار و دیدگاهاش بسیار گفته شده. نگاه من و اون مطلبی که من مطرح کردم بیشتر از این زاویه که به هر حال در حد خودم به نسل جوان بگویم که دقت داشته باشن در به هر حال ارزیابی ها و تحلیل های رخداد هایی که در جامعه خودشون می‌گذره. دکتر نقره‌کار، در مورد اون مراسمی که در آلمان برگزار شده بود و گفتید که آقای پزشکزاد و آقای کاخساز و دیگر صاحب نظران اونجا سخنرانی کردند، چه دارید بگویید به بینندگان برنامه؟ من البته اطلاعاتم در رابطه با اون جلسه برای که نبودم مطالبی است که منتشر شده. بله. جلسه خوبی بود، موفق بود، برگزار کنندگان راضی بودند. البته خب استقبالی که باید میشد و انتظار میرفت نشد به دلایل مختلفه، اما آنچه که در جلسه مطرح شد تا اونجا که اطلاع دارم برحال آقای پزشکزاد از تجربه خودشون در آشنایی با شاپور بختیار صحبت کردن و زمانهایی از شخصیت ایشون رو مطرح کردن، به ویژه اون چه که ایشون اهمیت میداد، یعنی شاپور بختیار اهمیت میداد در همون مقطع به امر لایسیته، به امر در واقع جدایی دین از مذهب، از دولت و جدایی مذهب از حکومت. در هر حال این نکته بسیار پر اهمیت و کلیدی بود که ایشون بارها مطرح کرد و به دنبال در واقع تحققش بود. آقای پزشکزاد از این زاویه، آقای شاکری زندم از زوایای دیگه به مسئله شخصیتشون پرداختن، آقای کاخساز هم به هر حال به اشاره‌ای داشتن به کارهای مثبتی که شاپور بختیار در همون 37 روزه در واقع حکومتش یا دولتش انجام داده بود و به ویژه تأکید درستی که به گمان من پر اهمیت بود این بود که شاپور بختیار در همون 37 روز اون بحث و اهمیت سوسیال دموکراسی یا اون دموکراسی اجتماعی رو تونسته بود در سطح دولت و در سطح جامعه مطرح کنه. متاسفانه آقای دکتر نقره‌کار فرصتی نیست که قسمتی از صحبت‌های زنده یاد دکتر بختیار رو اینجا بشنویم با هم، و واقعا حرفایی که میزنه تازه امروز ما میفهمیم که تا چه حد متحورانه و تا چه حد صادقانه و روی عشقی که به کشور ما داشته این مسائل رو مطرح کرده و برحذر داشته مردم رو از این که به دنبال این ملاها و آخوندا برن، و واقعا روح شاد باشه. آقای دکتر نقره‌کار، شما مطالب زیادی رو قلمی کردید در مورد جاهل ها در ایران، جاهل های مرد رو مفصلا طی چند مقاله در نشریات فارسی زبان به رشته تحریر در آوردید و اخیرا پرداختید به جاهل های زن در ایران. من یکی هرگز تصور نمی کردم که ما در ایران جاهل زن هم داشته باشیم یا داشته بودیم در گذشته. میخواستم در این مورد توضیح بدید. بله، ببینید من یک کار پژوهشی رو در دست دارم که امیدوارم امسال بتونم تمومش کنم،
در واقع با این عنوان هست که نقش سیاسی و اجتماعی جاهلها و لاتها در تاریخ معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفته. چرا اصلا من این کار رو کردم؟ برای اینکه اولا خب خود من بچه جنوب شهرم و در این فرواقت خیلی نزدیک به این گروه اجتماعی و در میون این گروه اجتماعی زندگی کردم و شناخت و تجربه زیادی دارم از این مجموعه. اما خود انقلاب بهمن و به ویژه اتفاقاتی که بعد از انقلاب بهمن افتاد برای من نشون داد و فکر میکنم برای خیلی ها نشانگر این واقعیت بود که جاهل ها و لات ها در جامعه ما نقش اساسی و مهم می داشتن. چرا؟ برای اینکه هم امروز میبینیم که بخشی از حکومت جمهوری اسلامی در واقع شکل گرفته از همین گروه اجتماعی هستند و این گروه اجتماعی در ارگانهای مختلف این حکومت حضور دارن، به ویژه ارگانهای امنیتی، اطلاعاتی و سپاه و سایر ارگانها، حتی قوه قضاییه و قوه مجریه. بنابراین به اهمیت این قضیه من واقعا توجه داشتم. جدا از انقلاب بهمن و آنچه که امروز ما شاهدیم، خب مقاطعی در تاریخ ما بود که نقش اساسی و سیاسی اینها و اجتماعی اینها پر اهمیت بود. من به مسئله دوره مشروطه اشاره نمی کنم، اما همون 28 مرداد سال 32 و شورش خرداد سال 42 نشون میده که اینها چه نقش پر اهمیتی برحال در جامعه ما ایفا کردن و به عنوان ابزار قدرت یا وسیله‌ای که قدرت‌ها ازشون استفاده می‌کردن، چه قدرت سیاسی و چه قدرت دینی، چه نقشی می‌تونستن ایفا کنن. خب همونطوری که گفتی در ذهن ما و در ذهنیت بسیاری از ایرانیان وقتی صحبت از جاهل‌ها و لات‌ها می‌شد فقط مردم مطرح می‌شدن، یعنی شعبان جعفری به ذهن می‌اومد، طیب حاج رضایی و بسیاری از لات‌ها و جاهل های متعینی که امروز در حکومت هستن، مثل محسن رفیق دوست، مثل برحال دیگر. ولی نگاهی که اگر نگاه دقیقی به مسئله میکنیم میبینیم که زنان هم در این رابطه حضور داشتن. در واقع ما زنان جاهل و لات هم داشتیم، منتها زیر سایه، یعنی سنگین حضور مردان جاهل و لات و همینطور اون جامعه ای که ویژگی مرد سالاره و پدر سالاره داشت قرار می گرفت. خب مرور که بکنیم میبینیم که حتی از دوره قاجار به این سمت ما زنان لوتی داشتیم و بعد هم به تدریج میبینیم این گردیسی رو در دوره های بعد میبینیم. میبینیم که به هر حال زنانی در جامعه ما حضور داشتن که با همون ویژگی ها و شخصیت های روانی و رفتاری جاهل آلات ها عمل می کردن، هم در محله ها و هم در مشاغل مختلف. و خب ما به طور مشخص، البته من به قبل اشاره نمی کنم چون ما نمونه های زیادی هم قبل از 28 مرداد داریم، ولی به طور مشخص در 28 مرداد ما شاهد این مسئله هستیم. شما 4 تا نامو می تونید در نظر بگیرید: پروین آجدابرزی، ملکه اعتزادی، پروین غفاری و خانم سکینه قاسمی که به پری بلنده معروف بود. خب اینها رو ما ناماشون رو میشنیدیم و هر موقع ناماشون هم مطرح میشد چه مخالفان مذهبی و چه مخالفان غیر مذهبی رژیم شاه فوری از اینها به عنوان مشت فاحشه و زنهای بدکار نام میبردن و میگذشتن، در حالی که وقتی دقت بشه دیده میشه که اینها به اون معنا و یا اون با اون برخوردهایی که به گمان من بیشتر به یک نوع ترور شخصیتی ارتباط پیدا میکنه، فاحشه و بدکاره نبودن بسیاری از اینها، بلکه شخصیت و ویژگی های جاهل ها و لات ها رو داشتن. خانم ملکه اعتزادی یک زن تحصیل کرده از امریکا بود، یا خانم پروین غفاری با عنوان یک هنرمند و آوازخوان مطرح بودن، منتها اون شخصیت و رفتاری رو که در اون مقطع کردن، یعنی به خیابان بیان بسیج کنن و برحال رفتاری رو بکنن که شبیه شعبان جعفری و دارو دستش میکرد، در واقع اینها رو از اون القابی که بهشون داده میشه دور میکنه، در واقع نزدیک میکنه به این گروه اجتماعی.
ما همین حالت رو در تداوم خودش اگر باز من نخوام مثال کوچیک بزنم در مقطع انقلاب میبینیم. زهرا خانم، نمیدونم کسایی مثل کبرا سبزی فروش، بسیارن اینهایی که من اسماشون در میدم، اینها هم کسانی بودن که ما دوباره میبینیم که به راحتی نمیشه گفت بدکاره و فاحشه و اینها، بلکه خصوصیات شخصیتی و روانی رو بروز میدهند که در مقطع 28 مرداد ما دیدیم. و بعدش هم همین حکومت تونست بسیاری از اینها رو با در واقع با ایدئولوژیزه کردن و اسلامیزه کردنشون امروز میبینیم در ارگانهای خودش استفاده کنه. بسیاری از خانمهایی که در این گروه های زینب هستن و یا تحت عنوان فاطمه کماندوها معروفن و در خیابانها دیدیم امر به معروف و نهی از منکر میکنن، اینها بسیاری همون شخصیت رو دارن. بنابراین معذرت میخوام عرض بکنم که این گروه اجتماعی تنها به مردان تعلق نمی گرفت، یعنی تنها مردها متعلق به این گروه اجتماعی و یا این گروه اجتماعی رو شکل نمی دادن، بلکه زنان هم بودن و همین زنها هم در حد معینی نقش سیاسی و اجتماعی ایفا کردن. البته من مثبت و منفیش کاری ندارم، بیشتر تأثیر گذاریش بیانه. دکتر نقره‌کار، جاهلا و لات ها گرایشات مذهبیشون از دیرباز وجود داشت، یعنی تو زورخونه ها، توی جاهای مختلف، تا اونجایی که من یادم میاد اینا بیشتر یک روند مذهبی رو بهش معتقد بودند و به بعضی از بزرگان دین خیلی احترام میگذاشتن و اقتدا میکردن به اونها. آیا این حکومت تونسته به بهترین نحو از این گروه استفاده بکنه برای پیشبرد مقاصد خودش؟ به خصوص الان ما ببینیم گروه هایی که به عنوان مداح پا به معرکه گذاشتن، به احتمال زیاد اون چه که از ظاهر اونها برمیاد بیشتر میتونه اونها رو در همون کتگوری یا طبقه جاهل ها و لات ها قرار بده. چیه نظرتون در این مورد؟ کاملا درسته فرمایشتون. اصلا گروه جاهل ها و لاتا اسلافشان در واقع ما در تاریخ خودمون ببینیم برمیگرده به عیاران و ملامتیان و عرض کنم برحال لوتی ها و بسیاری از این گروه ها. همه اینها کانون هایی بودن که در کنار روحانیت در واقع حضور داشتن، به نوعی میشه گفت در ارتباط با روحانیت دوره های خودشون بودن. و ما جاهل ها و لاتا رو باز اگر راه دور نریم میبینیم که در دوره خودمون اینها هم بیشتر به جنبش روحانیت و روحانیون نزدیک بودن. دلایل مختلف داره، یکیشو خود شما مطرح کردیم. معمولا این گروه ها گروه های اجتماعی مذهبی هستن و بودن و در این حال به خاطر خاصگاه و زیستگاهشون با مراکز مذهبی و با روحانیت هم بسیار نزدیک بودن، چه از زاویه اقتصادی تجاری که میدونید همیشه حول و حوش بازار بودن و حول و حوش اون بخشی از اقتصاد که در واقع روحانیت و مذهبیون دست داشتن، و چه به لحاظ در واقع رفتاری و فکری و رفتارهای مذهبی، اینها غالبا مذهبی بودن و جنبش روحانیت به ویژه حکومتی اسلامی از این ویژگی استفاده بسیاری برد و تونست اینها رو همونطوری که ما در خرداد 42 دیدیم در مقطع انقلاب به شکل دقیق‌تر، سامانیافته‌تر و سازمانیافته‌تر از اینها استفاده بکنه. و همونطوری که گفتید امروز اینها در حکومت اسلامی بخشهایی از بپارهای از حکومت اسلامی رو در اختیار دارن و حضور دارن. مدعان رو اشاره کردید، یک بخشیشه در زندانها، در قوه قضاییه، در ارتش، در سپاه. شما بیشتر رهبران یا مسئولین سپاه پاسداران رو که دقت بکنید از میان جاهل ها و لات ها هستن و حتی در قوه مجریه اینها حضور دارن، در بخش اقتصاد دانی رفیق دوست و دیگران اینها در بخش اقتصاد هم نقش داشتن. برحال حکومت تونسته بود و جنبش روحانیت و بعد حکومت اسلامی از اینها استفاده شایانی بکنه و الان هم
در واقع داره این استفاده رو میبره. متأخر خب این جاهل ها و لات ها تا حدودی دگردیسی پیدا کردن، یک تغییراتی درشون اتفاق افتاد که طبیعی هم بود، به ویژه در رابطه با تغییرهای بافتایی و ساختاری که در جامعه شد. خیلی ممنونم آقای دکتر. مشخصا اینا سران اینها و کسانی که در واقع نقش کلیدی داشتن در براندازی رژیم پادشاهی به گونه ای حالا یا سهمی داشتن، اینها رو مشخصا میشه شناسایی کرد و همونطور که این روزها اطلاعات زیادی در اینترنت وجود داره یا تصاویری یا چیز نمونه های نشانه های از اینا هست؟ کاملا. من البته در کتاب خودم یه تعدادی از اینها با زندگی نامشون اشاره کردم. حاج مهدی عراقی که خمینی به عنوان برادر عزیز خودش ازش اسمی برد و خب همون اوائل انقلاب توسط گروه فرقان ترور شد، یکی از اینها بود و خود حاج مهدی عراقی توانست که بسیاری از اینها رو حول و حوش همون مدرسه علوی به ویژه موقع که خمینی آمد شکل بده و از اینها استفاده کنه. حاج ماشالله قصاب، ماشالله قصاب که بعدها کنترل سفارت امریکا رو در دست گرفت و جز به نزدیکان حاج مهدی عراقی بود، یکی از اونها بود که خب خودش ماجراهاست، رفیق دوست، محسن رفیق دوست، بسیاران دیگه. یعنی در واقع لیست بلند بالاییست که من اینها رو در کتاب خودم بهشون اشاره کردم با زندگی نامه هاشون و هم امروز هم از اینها بسیارن، همونطوری که گفتم در بخش های مختلف این رو کنند. و آقای دکتر نورکار، این سوال همیشه واسه من وجود داشته، این افراد یعنی این طبقه متنفذی که واقعا نفوذ زیادی داشتن و نقش عمده‌ای رو داشتن در سیاست‌های مختلف ایران در رژیم گذشته، در این رژیم به طور خیلی گسترده، اینا با اون اطلاعات بسیار محدود و سواد کلاسیک معدود و محدودی که داشتن چجوری تونستن تا الان سیستم‌هایی رو که تحت کنترلشون بوده در ایران اداره بکنن؟ جاهل ها و لات ها رو میدونید دکتر، ما یک دقیقه وقت داریم با عرض معذرت، میفهمید؟ جاهل ها و لات ها رو با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی که دارن زمینه دارن برای اینکه قدرت های سیاسی و قدرت های دینی بتونن از اونها استفاده بکنن. اینکه اونها تاثیرگذار بودن نه بر اساس اون ویژگی های خودشون، بلکه قدرت های سیاسی مثلا رژیم شاه میدونست که چگونه باید از شعبان جعفری استفاده بکنه. شعبان جعفری منظور من گروه اجتماعی شعبان جعفری است. و یا همین حکومت اسلامی چگونه از این ابزار استفاده بکنه برای پیشبرد سیاست‌ها و مقاصد خودش. در واقع ماندگاری اینها برمیگرده به اینکه قدرت‌ها چه سیاسی و چه دینی از اینها استفاده کردن به خاطر ویژگی‌هایی که دارن و الان هم استفاده می‌کنن. صحیح. و در مورد زنان جاهل آیا میشه اطلاعاتی از اونها غیر از مطالبی که شما تهیه کردید و به طور قطع ما در کتابتون خواهیم خواند، مطالبی هست که دوستانی که علاقه‌مندن برن مراجعه بکنن و ببینن اینا کی هستن، کجا هستن، چه میکنن؟ خیلی پراکنده. من البته یه مقاله روی گویا گذاشتم در مورد همین زنان جاهل و لات، در منابع اون کتابایی هست و لینک هایی که میتونه کمک بکنه به کسانی که اطلاعات بیشتری میخوان. بله. آقای دکتر نورکار بی‌نهایت سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه گذاشتید. امیدوارم بتونم در آینده نزدیک مجدداً از اطلاعات وسیع شما در زمینهای مختلف استفاده بکنم، من و بینندگان گرامی. من هم از شما سپاس. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر. از شما بینندگان عزیز که وقت گذاشتید و به برنامه توجه کردید تشکر میکنم و آخرین و نه کمترین از امیر درخشان که مثل همیشه زحمت تهیه و کارگردانی برنامه رو به عهده داره. روز و روزگار به شما خوش.